دوستان، در این نمونه دعایی که عیسی مسیح به ما آموخت، حق تقدم اول به خداوند داده شده. این گونه پرستش خداوند مانند تقدیم قربانی مقدسی به او. کلام خدا در عبرانیان 13:15 می‌فرماید: پس به یاری عیسی مسیح و با بیان عظمت نام او، شکرگزاری خود را همچون قربانی به خدا تقدیم نمایی. آمین. کلام خدا همینطور به ما می‌آموزه که تقدیم بدنهای فیزیکی خودمون به عنوان قربانی‌های زنده پرستشی بسیار ارزنده می‌باشه. در کتاب رومیان فصل 12 و آیه 1 از کلام خدا می‌خوانیم: ای ایمانداران عزیز، در مقابل لطف و رحمت خدا التماس می‌کنم که بدن‌های خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست، شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید. خدا را شکر، تقدیم بدن به خداوند به عنوان قربانی زنده یعنی این که با بدن خود مرتکب گناه نشویم. بدنهای خود را به خداوند تقدیم کنیم تا او با قدرت الهی خیش از ما انسانهای پاک و مقدس بسازه. هدیه دادن ما به خداوند میبایستی در کمال شادی و رضایت باطن ما انجام بپذیره تا پرستشی مقبول به خداوند باشه. و اما نمونه دوم پرستش، و آن پرستش گروهی ماست. دوستان، خداوند دوست داره تا ایمانداران به صورت گروهی در اتحاد با هم او را ستایش کنند. در عهد عتیق مقررات دقیق پرستش های گروهی را مطالعه می کنیم. در این گونه پرستش ها یک مکان تقدیس شده برای جمع شدن و پرستش گروه، حیوانات و هدایایی برای قربانی کردن، کاهن و همینطور چگونگی دقیق اعمالی که کاهن و گردآمدگان میبایستی انجام میدادن دقیقاً شرح داده شده. اهمیت همه این مراسم و توضیحات دقیق در عهد عتیق تصویری بودن از اون چه که عیسی مسیح در عهد جدید برای بشر انجام داد. تقدیم قربانی ها در عهد قدیم تصویری از مرگ داوطلبانه مسیح بر روی صلیب برای بخشش گناهان بشر و گشودن در آشتی و راه ارتباط او با خداوند بودند. کتاب عبرانیان در کلام خدا جزئیات این مهم را برای ما بهتر توضیح داده. کتاب عبرانیان در کلام خدا به ما می آموزه که چگونه راه قدیم پرستش خداوند در تقدیم قربانی های زنده به او با مرگ عیسی مسیح برای بخشش گناهان بشر یک بار برای همیشه به تحقق پیوست. مراسم پرستش در کلیساهای اولیه شامل تعلیم کلام خدا، گرد آمدن خواهران و برادران ایماندار به مسیح، دعا و اجرای عشای ربانی بودند. اعمال رسولان فصل 2 و آیه 42 می‌فرماید: ایمانداران در تعلیمی که رسولان می‌دادند و در آیین شام خداوند و دعا با سایر ایمانداران مرتب شرکت می کردند. خدا رو شکر. اما حال در این زمانی که من و شما زندگی می کنیم، بنابر تعلیمات کلام خدا، هر کسی که به مسیح به عنوان منجی خود ایمان داره خود کاهنی می باشه. ما در نام عیسی مسیح می تونیم بدون واسطه و مستقیم به حضور خداوند رفته و با او گفتگو کنیم. در کلام او در اول پتروس 2:9 می‌خوانیم: شما برگزیدگان خدا و کاهنان پادشاهمان عیسی
و قوم مقدس و خاص خدا می باشید تا به این ترتیب به دیگران نشان دهید که خدا چگونه شما را از تاریکی به نور خود دعوت فرموده است. آمین. عزیزان، همینطور در مکاشفه فصل 1 و آیه 6 می خوانیم که او یعنی عیسی مسیح ما را در ملکوت و سلطنت خود به مقام کاهن منصوب کرده تا خدا یعنی پدر او را خدمت نماییم. او را تا ابد قدرت و جلال باد. آمین. دیگر محل و مکان خاصی برای ملاقات با خداوند وجود نداره. ما ایمانداران به عیسی مسیح در هر مکان و زمانی میتونیم خداوند را آزادانه پرستش کنیم. در پرستش های گروهی و دست جمعی میبایستی یک نکته بسیار مهم را فراموش نکنیم و آن اینکه به هنگام جمع شدن با دیگر ایمانداران برای پرستش خداوند تنها تماشاچی نباشیم. نمیبایستی هدف مقدس و والای جمع شدن خود را که پرستش خداوند میباشه با تماشا کردن دیگران عوض کنیم. به هنگام پرستش خداوند میبایستی به یاد داشته باشیم که پرستش من نه به این معناست که چه به دست میارم، بلکه پرستش یعنی این که من مایلم چه به خداوند بدم و چه به خداوند بگویم. عزیزان شنونده، به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک می شویم. از شما بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه ما را همراهی فرمودید. دوستان گرامی، چنانچه مایل می باشید تا مجدداً این برنامه و یا مجموعه کامل برنامه های ما را بشنوید، لطفاً از وبسایت ما در radioaramish.org دیدن بفرمایید. همچنین چنانچه شما احتیاج به همدردی و دعا برای موردی دارید، لطفاً با شماره تلفن 604-788-5211 تماس بگیرید. تا گفتگوی دیگر، فیض و آرامش خداوند با شما باشد. Thank you.